آقای ترامپ رفته، ولی انگار که کارخانه جعلیات و اخبار جعلی ایالات متحده تعطیل نشده. من این اظهارات و اظهارات مشابهین رو دیدم. ببینید، اینکه یک جمع نمایشی راه بندازن و فکر کنن که بر اساس اون میتونن یک روایت جعلی رو به جامعه جهانی غالب بکنن، و یا اینکه فکر کنن با نزدیک شدن به گفتگوهای وین میتونن یه جو روانی متفاوتی رو ایجاد کنن، هیچ کمکی به اونها نخواهد کرد. اگر دچار فراموشی شدن، باید بدونن که جهان فراموش نکرده که این ایالات متحده بود که از برجام خارج شد، و این دولت فعلی ایالات متحده است که همچنان سیاست شکست حداکثری ترامپ رو داره ادامه میده، همزمان که پیغام‌های متناقض برای ما میفرسته، تحریم‌ها رو هم داره ادامه میده. لذا من فکر می‌کنم که این گونه تحریف روایت‌ها کمکی به ایالات متحده نمی‌کنه. تنها چیزی که به ایالات متحده کمک می‌کنه این هست که بدون مقصر وضع فعلی هست، باید این تحریم‌ها رو برداره با تضمین عینی، و این تنها راهی هستش که میتونه بهش کمک کنه که در وین یک توافق برسه با 4 به اضافه 1. برجام برای جمهوری اسلامی ایران، اگر منافع مشخص و روشن اقتصادی و عادی سازی تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران رو نداشته باشه، قطعا طرف مقابل باید بدونه که این پنجره تا ابد براش باز نمیمونه. کما اینکه قانون مجلس که قانون الزام‌آور هست برای دولت، هم همین رو میگه.